موج شدید زیاد در تایید این لیست هست. مثلا آقای دکتر بهشتی، ایشون رئیس میراث فرهنگی ایران بود، خیلی هم کارهای درست انجام داد وقتی که رئیس میراث فرهنگی بود. خیلی از آثار تاریخ 7000 ساله رو این بهشتی در آورد و مطرح کرد و در روزنامه و فلان. یعنی تو این رژیم توی 44 سال آدمای با شرفی بودن که کار کردن، قابل تقدیر و ستایش. و الان هم آدمای زیادی از ارتش و نیروهای نظامی و نیروهای وابسته سیاسی و یا مثلا همین فایل صوتی که منتشر شد از فرماندهان امنیتی، یکی هم گرفتن. حالا البته روزی گرفتن اون نیست، اونی که گرفتن اون کاری نیست. خب این فایل صوتی وقتی خارج شد، یا داخل خود رژیم دیگه، از اون بالا هست، از اون بالا خیلی زیاد هستن. حالا ما بهشتی که از مدرسه مؤسسان و همون مهستان حمایت کرده اینجا میذاریم، برای شما معرفیش میکنیم، چون خودش اومده گفته صحبت کرده. بقیه هم که اگه حالا صحبت کردن نکردن، من خاطر امنیتی نمیگیم، ولی الان در ایران سفارایی شده. و بعد اینم بگم، فردن این زر بزنن بعضیا، این سفارایی که شده در داخل ایران، همه اونایی که از داخل نظام هستن، در هر پست و جایگاه هستن، به مردم میپیوندن، اینا در فردای آزاد ایران پستی نخواهند داشت. اینا رو من بهتون میگم، برای پست هم اینا این کارو نمیکنن، ولی دست کم زندگی خودشون رو تامین میکنن. دست کم زندگی خودشون رو تامین میکنن. یعنی ما اینا رو بازنشسته میکنیم، حقوق بازنشستگی میگیرن، زن بچهشون در مشکل مالی نخواهند داشت و غیره و غیره، ولی به اینا کسی پست نمیده. اینا رو اگر الان فرمانده بوده، اون قیبت فرمانده بشه، سپاهی بوده، سپاه با وزیر بوده، بخواد وزیر، نه، اینا فقط صفشونه که مشخص میکنن، آینده خودشون رو تضمین میکنن و ما هم سپاسگزارشون هستیم و زیاد هم هستن. اینا حتی خیلی هم بازداشت کردن توی ایام، مو از سرشون کم بشه سرویستون میکنه ملت ایران، مو از سرتون کم بشه اصلا اینایی که گرفتین. خیلی افراد به اینها لگد زدن و لگد رو بزنید، از هیچی هم نترس. این رژیم رفتنیست، این رژیم رفتنیست. الان دنیا پشت این قضیه است و به همین خاطر میخواستم اینو تأکید کنم بهتون که همه عزیزانی که از این نظام میکندن خودشونو، اگر آخوند و شیخ و ملاست، باید لباس چه در بیره بره یه کاری بکنه. بعدم اگر کار نداره بکنه، تو ایران هستن، من میگم بچه ها بهشون کمک کنن. آخونده ای که نمیتونه بره کار بکنه، میگم بهت کار بدن، نه که کمک کن. یادتون نره گداخونه ما نداریم، آقا پول نداریم، کار. باید برین کار کنین، زمین شوری هست، گارسونی هست، بنایی هست، اصلا می کارم باید بکنین، یعنی کار. آخونده رو میخوام بگم و هر کسی دیگه، آقا فکر کرده یا راستی همه میخواد بیاد رئیس بشه، من براتون تعریف نکردم، خود من تابستون رو باید میرفتیم، ما شاید این بابیزا کار میکردیم. ما به چی میشهد که بودیم تابستون رو باید میرفتیم یک جای کار میکردیم، 3 ماه تعطیلی تو خانه نمیتونستی بمونی. یک بار ما یه ساعت به سرمون گفتیم به جای که بریم تو دکون هم محلمون کار کنیم که روز 5000 بابامون بهش بده که به ما بده اینا، گفتیم دیدیم تو روزنامه خراسان یک آگهی، ما هم 14-15 سال بود، هتل تهران استخدام میکرد رسپشن. ما رفتم چیک کردیم، خوشگل کروات زدیم اونجا، رفتم اونجا آقای توکلی زدیم، گفتم صاحب کارینا مصاحبه میکرد، مصاحبه یک عالم آدم تو صف بودن. خب چی میخوای؟ چی کار میخوای بکنی اینجا؟ گفتم هیچی دیگه، مدیر میخوای رسپشن، چیزی میخوای برای بدم بشم مدیر بشم. 14-15 سال بود. گفتم اینجا مدیر پادیر نمیخوایم. گفتم پس چی میخوایم؟ ما دربون میخوایم، دم در وایستی یکی در هتل وا کنه. من تو دلم یک فوشی دادم بهش، خدا رحمتش کنه، به بچه های زنده. گفتم ناکس ما رو میخواد بذاره دربون خچب بخواه. بله گفتم، من همیشه از بچگی مؤدب بودم، همیشه مؤدب. گفتم ادب خودم رو حفظ کنم، لااقل به ایشون چی نگم. الان با هم میشم میرم دیگه نمیام، ولی جواب شدم. گفتم آقای توکلی زاده اشکال نداره، خب ما میخوام کار کنیم، 3 ماه تعطیلیم تابستون، دارمونی میکنم برای شما، مسئله این نیست. میکنی؟ گفتم بله. گفتم بای کرامتت بای فرق. گفتم بله اشکال نداره که دارمونی میکنم. خیلی خب، یکی یادداشت نوشت گذاشت یک پاکت درش بست داد به من، گفت بری بده به آقای آبیزی. چشم، آمدم بیرون، میخواستم برم از در بیرون، گفتم خوار مادر نوشته بریم دربونی کنیم. آمدم از در برم بیرون، یهو دیدم اون آقای پشت رسپشن اون هست، گفت بیا اینجا تو، من باید بیا پیش من. اما گفتم که نه حالا اینا، من گفت بیا اینجا کاغذ بدیم. من پاوا کردم، گفت خب
شما مدیر شب هتل شدی، رسپشن شدی. بودم جدی شوخی میکنی؟ گفت نه اینجا نمیشته، من بهت آموزش بدم. حالا من بهت آموزش بدم یه هفته که بتونی شب هتل تهران الان هم مشهد هست برید ببینید. بگم اینجوریه، یعنی بعضی وقتا یارو اگه میگه کار بد شروع کن تو نترس، از کار بد شروع میکنی بعد میگه بالا. تازه ما از بعد کار بدم شروع همونجا، از همونجا حسین آبیزه میادش بکر حال نمیدونم کجا اونجا به ما یاد داد، ما شدیم مدیر شب تو هتل. حالا عزیزان من اینها همه برای اینه که بدونید ایران سر پا وای میسته، ایران آزاد میشه، ایران رهایی پیدا میکنه به همت شما مردم دلیر و سلحشور که زنا و دختراتون رو بدین سر دست. بابا ننه اون چیز میزای سابقت باید بذاری کنار، باید از بچه گوش کنی، باید مطیع بچت باشی. من سالها پیش این تازه بتونم بگم، سالها پیش تو رادیو میگفتم که آقا بچه ما که به دنیا اومده ما آوردیمش، او که نایمده که ما آوردیمش، حالا ما باید بو گوش کنیم، ما باید بو گوش کنیم. بعد خیلی جالبه که بچه هم یکیشونه بار گفت آره تو باید ما گوش کنیم. گفتم چاش ما گوش میکنیم چی میگی؟ دیدم حرفای خوب میزنه، کار خوب میکنه، نقاشی خوب میکشه، ایده های خیلی خوب داره. بچه ها الان ایده های دارن. یه بچه 9 ساله میکنه داره فکر ایده داشته باشه که من نداشته باشم. پس مادرها پدرها شما پشت سر بچه هاتون برین. تموم شد اون دورانی که چهار تا پیران ما بیشتر فارغ کردن بهتر از شما بفهمه. نه الان شما باید پشت سر بچه هاتون برین تا این بچه ها آزاد بشن، بعد بچه ها اینا بتونن خوب زندگی کنن. این وظیفه ای بود. بگو از اونا که رفتن تو رو بی صدا شکستن، بگو از اونا که موندن دل تو اینجا شکستن. اما من نه اهل سودام، نه به فکر ترک اینجا، خاک تو خون تو رد. بگو از اونا که رفتن تو رو بی صدا شکستن، بگو از اونا که موندن دل تو اینجا شکستن. اما من نه اهل سودام، نه به فکر ترک اینجا، خاک تو خون تو رد. فسادو ندیدی، شلیک مستقیم سپاهو ندیدی، مافیاتو ندیدی، رازو ندیدی، تحفه به چی فروش آب و خاکو ندیدی، ریاتو ندیدی، روی سیاتو ندیدی، اون رنگ رفته ی هناتو ندیدی، لابیاتو ندیدی. ازتون پروانه میخوام که دستان گرم و همه شما مهربانیاران رو بفشارم از اینکه میلیونی صفحات ما رو میبینید، برنامه رو دنبال میکنید. ازتون واقعا سپاسگزارم، یعنی برای ایران سپاسگزارم، چون برای من که کار نمیکنید که یک قلبی که ازتون نخواستن. ولی